بسم الله الرحمن الرحیم در ابتدا مایلم مراتب تشکر و قدردانی خود را از جناب آقای دکتر مصطفی شانتوب رئیس محترم مجلس ملی کشور دوست و همسایه جمهوری ترکیه به خاطر برگزاری این نشست مهم ابراز نمایم. امیدوارم این نشست بتواند زمینه مناسبی جهت همبستگی و تقویت هرچی بیشتر پیوندهای موجود بین کشورهای منطقه فراهم آورد. آقای رئیس، همکاران محترم، این نشست در شرایطی برگزار می‌گردد که منطقه ما و جهان با چالش‌ها و بحران‌های عدیده سیاسی، امنیتی و اقتصادی مواجه است. همگیری ویروس کووید 19 به عنوان یکی از چالش‌های نوظهور بیش از پیش شرایط را برای گسترش تروریسم و افرادگرایی خشونت‌آمیز مساعد نموده است. تروریست‌ها از اختلافات، عدم اطمینان و مشکلات اقتصادی ناشی از کووید 19 برای گسترش ترس، نفرت، تفرقه، رادیکالیزه کردن، جذب اعضای جدید بهره می‌گیرند. با گذشت یک سال از مواجهه مردم سراسر جهان با ویروس کووید 19 ضرورت انسجام و مقابله همگانی در مقابله با همگیری این ویروس که همه مرزها و تفکیک‌ها و دوگانه‌های فقیر و غنی، زن و مرد، نوجوان و کهنسال، سفید پوست و رنگین پوست، با سواد و بی سواد، توسعه یافته و در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته و نظایر آن را در نوردیده است. بیش از گذشته نمایان گشته. ماهیت این ویروس بیشباهت به موضوع این کنفرانس نیست. تروریسم نیز مانند کووید 19 در گرفتن جان انسانهای بیگناه مرزی نمیشناسد. مسیحی و مسلمان، پیر و جوان، زن و مرد، همه در برابر آفت تروریسم آسیب پذیرند و همانطور که مبارزه با کرونا موضوع یا اولویت یک یا چند کشور محدود نیست، مقابله با تروریسم در اشکال مختلف آن نیز باید تبدیل به دغدغه نخست همه کشورها شود. برخلاف کرونا، تروریسم پدیده نوینی محسوب نشده و چندین دهه است که تهدیدات ناشی از آن صلح و امنیت جهانی را به خطر انداخته و جان بسیاری از شهروندان بیگناه را در سراسر عالم به ویژه در منطقه غرب آسیا گرفته است. برای شما کاملا روشن و غیر قابل انکار است که جمهوری اسلامی ایران همواره در معرض و مواجهه با تروریسم قرار داشته و از این رو همواره در تلاش بوده که در خط مقدم مقابله واقعی با تروریسم نقش آفرینی نماید. بدون تردید مبارزه اصولی با تروریسم و افرادگرایی به عنوان یک تهدید ویرانگر جهانی مستلزم شناسایی و مقابله با بسترها و خاستگاه ایدئولوژیک کشورهای دردسرساز حامی آنهاست. در واقع راهبرد برخی از کشورها بهره برداری از تروریسم به عنوان حربه جهت پیشبرد اهداف سیاست خارجی خود است و نه مبارزه با آن. ما به عنوان رؤسای مجالس و پارلمان‌های شش کشور ترکیه، چین، روسیه، افغانستان، پاکستان و ایران باید به گونه عمل نماییم که هزینه صاحبان ایدئولوژی تروریسم و حامیان آن چه از نظر تبلیغاتی، چه سیاسی و چه امنیتی به ویژه در شرایط خطیر کنونی افزایش یابد. خانم‌ها و آقایان، تروریسم هرچند اشکال، مظاهر و نمونه های متفاوتی دارد، اما همگی از یک ماهیت مشترک، یعنی استفاده از کلیدواژه رعب و ترس برای رسیدن به هدف شوم خود برخوردارند. بنابراین هیچ دولت یا موجودیتی نمیتواند تروریسم را به تروریسم خوب و تروریسم بد تفکیک نماید. با این وجود و
و با تأسف بسیار می‌بینیم که این تقسیم بندی در جهان امروز ما یک واقعیت است. برخی از کشورها به ویژه ایالات متحده آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی از تروریسم و گروه‌های تروریستی با عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف و منافع خود استفاده کرده و هیچ ابایی از آشکار شدن آن ندارند. به عنوان شاهد و گواه آیا میتوان به ترور آمریکایی و هدفمند سردار شهید قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس و دکتر فخری زاده عنوانی غیر از تروریسم داد؟